و آخرین خبر این که دکتر حسن انصاری، محقق دانشگاه پرینستون آمریکا، با تفحص از متن نسخه های خطی در یمن، متن 7 قطعه مرثیه حسینی که در بیهق، ناحیه‌ای در خراسان بزرگ قدیم، طی سالهای 400 تا 499 هجری قمری سروده شده را به دست آورده است. با پیگیری های فوتروس مدیا کلیپی در این زمینه این تحقیق تولید شده که پیشینه این سند تاریخی را واکاوی و مورد بررسی قرار می دهد. این اسناد گواه ارادت دیرینه ایرانیان به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله حسین است و مشت محکمی بر دهان آنهاست که میگویند عزاداری و نوحه خوانی برای سرور آزادگان جهان در ایران از دوران صفویه و قاجاری آغاز شده است. قطعات این مرثیه از کتاب خطی سفینة العلوم تألیف دانشمند معتزلی حنفی زیدی از اواخر قرن پنجم قمری نقل شده است. نکته جالب این است که در لابلای این مقتل که مجموعه روایاتی درباره عاشورا و مقتل حضرت ابا عبدالله حسین می باشد، حاکم جشمی چند قطعه از اشعار فارسی را نقل کرده که از مضمون و از سبک آن پیداست که در مجالس حسینی در بیهق آن روزگار موتن نویسنده کتاب نقل می شده و در این محافل مصیبت خوانی زمزمه می شده است. سحر سرخی، پژوهشگر تاریخ هنر و معماری از تهران با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر باشه. با توجه به اسناد به دست آمده در رابطه با ذکر مصائب امام حسین، بفرمایید این مرثیه خوانی به کدام مقطع تاریخی در ایران مربوط می شود؟ اولا تشکر میکنم از اینکه از مجموعه ما دعوت کردین و از صحبت کنیم با فوتروس مدیا و گروه مطالعاتی فوتروس مدیا. از شما تشکر میکنم. این کتاب سفینة العلوم در اواخر صده پنجم هجری، همونطور که شما فرمودین، هجری قمری نزدیک به صده ششم خورشیدی، مقتلی به واسطه زیدیان یمن استنساخ و روزنگری شده. نسخه های از این در یمن و برلین و آبروزیانا هستش که دکتر حسن انصاری که از مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون هستن، ایشون اینو استنساخ کردن و خب اینها چیزهایی هستش که ما در تازه داریم بهشون دسترسی پیدا میکنیم و داریمش داریم مطالعه میکنیم و خب در اختیار همه داریم قرار میدیم. بله خانم سرخی، به نظر شما این که گفته می شود عزاداری نوحه خوانی برای سرور آزادگان جهان در ایران از دوران صفوی و قاجاری آغاز شده تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ ببینید، ما اگه بخواییم پیشینه تاریخی رو خوب بخواییم ندام بکنیم، ما شیخ طوسی رو داریم که در قرن چهارم بودن و در مکتب بغداد و در زمان حمله بغل علم و کتل عزاداری در خونه ایشون پیدا شده و بعد برمیگردیم در ایران آلبویه باز همزمان با ایشون با اون شیخ طوسی هستن. آلبویه قرن چهارم بودن که دستای عزاداری رو در بغداد داشتیم، دستور داده شده که بازارها رو تعطیل بکنن. اخیراً پژوهشگران فوتروس مدیا به موضوع دیگه هم رسیدن که برخلاف اون چیزی که ما فکر کنیم به طور دسته های عزاداری در صفویه و قاجار خیلی دیده شده، یک فرمانی از ابو مظفر جهانشاه قراقوی در سال 865 هجری پیداش درست 50 سال پیش از شاه اسماعیل صفوی. یعنی این پیشینه عزاداری در ایران به خیلی پیش از صفویه و قاجار برمیگرده. ممنونم از شما خانم سحر سرخی از تهران ما بودند.